سلام و درود خدمت همه شما حضار گرامی و بینندگان عزیز کانال جهانی مراد امروز در این گردمایی می با هم پیرامون زنان و رهبری زنان در مورد علم بحث کنیم که از همین جد استاد اوزیر محمدی از ایشان تقاضا میکنیم که در جایگاه تشریف آورده و پیرامون این, سخ... این عنوان ها به ایراد سخن بپردازند تا آمدنشان به جایگاه با صلاحات بلند مشوقشان باشید روزی که شود از از سما اون فترت روزی که شود از سما اون فترت وانگه که شود از النجوم کدرت من دامن تو گیرم من در سوالت گویم پدرم به ای زن بن قتلت بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض حرمت دارم خدمت تک تک شما گرامیان حضور همگی شما در برنامه امروز خیر مقدم عرض می کنم و یک سلام ویژه دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون جهانی میراج امیدوار هستم که تا ختم برنامه با ما همراه باشند و از برنامه امروز ما بتونن کمال استفاده داشته باشند دوستان نهایت عزیز در ابتدا با کسب اجازه از هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق جناب آقای ستری که قایبان نیابتا از جناب پوهان سیپ معاونت محترم امور محسلان جناب عادل سیپ جناب خانم قادری معاونت محترم علمی اساتید محترم و همگی شما گرامیان همگیر خیر مقدم عرض میکنم امیدوار هستم که از دقایقی که در خدمت شما هستم و از تحقیقی که انجام شده شما هم بتونیم استفاده کنیم و به امید از تا ختم برنامه زلزله رخ نده همگی برقرار باشیم و تا سلای داماده میشه سلواتی بفرستیم به ارواح رفتگانی که در زلزله اخیر جان خود از دست دادن و عزیزایی که متاسفانه در آشفت بازار جهان هر روز جانهای شیرن خود از دست میدن سلوات موضوعی که برای من سپرده شده امیدوارم که تا ختم برنامه بتونم حق مطلب ادا بکنم و همو چیزی که نیاز هست بگم بتونم برای شما انتقال بدم عنوان هست زنان و رهبری در علم اینا چی ارتباط با هم داره زن چی ارتباط به رهبری داره رهبری چه ارتباطی به علم داره علم چه ارتباطی به زن داره اینا قرار است که امروز با شما مویشگافی بکنیم و صحبت بکنیم سر از این صحبت میکنیم که ما از تحقیقات که انجام شده شروع میکنیم و اینکه که چگونه ما چی تصامیمی بگیریم چی تصامیم استراتژیکی بگیریم تا اینکه که با ما به او اهدافی که داریم برسانه به خاطر از اینکه که جلسه از پیش می تیتو پراکنده نشه یک دفعه آجندار میبینیم که زمان بندی چگونه صورت گرفته به هر جا اگر کم یاشی رفتم یک اشاره بکنیم بریم البته یک نفر اشاره کنم هم خب ابتدا از سخن و آغازین که خدمت شما عرض کردم معرفیم نامم نام اوزیر محمدی هست رئیس دفتر وایز هستم و استاد دانشگاه کهکشان شرق ماستری دارم از اداره و مدیریت از دانشگاه کافوی قزاقستان و همچنان از اینستیتوت انکشاف رهبری آیل و فلانم در خدمت شما هستم با مقدمه خدمت شما آغاز میکنم از شما توقعات میشنم که چی توقعی داریم من بر شما چی بگم که ببینم همون توقعات در اخیر برآورده میشه یا خیر و ای که زنان و رهبری در ام چی هست در اخیرم یک کار گروهی داریم که با هم پرسش و پاسخ انجام بدیم که از شما هم میخوام بشنام که چی چیزایی میتونیم که به ما کمک بکنیم که از این برنامه یاد گرفتیم و در اخیر هم یک نتیجه گیری میکنیم انشاءالله از توقعات شروع میکنیم نظر به همی ذهنیت که شما از همی جلسه از اول تا حال داریم و از قبل بر شما گفته شده برای ما بگیم که دوست داریم از همین جلسه که در حد چند دقیقه قرار در خدمت شما باشم چی چیزای یاد بگیریم هر کس میخواید دست خدا بالا کنه چی توقعی داره که یاد بگیر از ما دست بالا کنیم دوستایی که میخوان سم بگیرن که ما بود بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم فریا آشیمی و, و توقع ما داریم برنامه از شما اینه که معلومات بدیم برای ما که ما چگونه میتونیم یک مدیر و رهبر عالی باشیم و خدمت کنیم به جامعه آفرین بسیار عالی دوستایی که سهم میگیرن لطف کنن اسم خور بگن و بعدا هدف توقع خود بگن دیگه از این سمت شما بفرمایید توقعی که فرشته فصل هستم و توقعی که ما از این برنامه البته پرزنتیشن شما مب... مخصوصا دارم یست که در مورد رهبری که رهبری چی است و چی ارتباطی داره با زنان و زنان چگونه میتونن رهبر باشن و همچنان این که چگونه میتونن تصمیم های استراتژیک در زندگی خود زنان اتخاذ کنن تشکر تشکر خیلی تشکر خب من قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنم چندتا کلید واژه داریم که به این ارائه خیلی سر از اینا بس میشه خوبه که شما درباره از اینا یک پیش زمینه ذهنی داشته باشین زنان رهبری علم تصمیمگیری و استراتژی اگر اینا شما مد نظر بگیریم مجموعه ای کلمات رو با هم یک جا کنیم پس میشه عنوان ما عنوانه که ما قرار سر صحبت کنیم واژه های کلیدی همین بحث ما همین ها هست در اول اجازه بدیم که از قدرت رهبری زنان شروع بکنم زنان چقدر میتونن قدرتمند باشن به وضاحت و با جرأت میگم که رهبری و درایت خانم ها در خیلی از موارد از آقایان بالاتره با یک تشویق داره تشویق داره. بسیار علی خیلی خوب میگن که اگر شما با یک خانم صحبت میکنیم و داره کار دگی انجام میده و بهش میگه دارم به تو گوش میدم راست میگه داره به تو گوش میده مون اگر با یک آقا صحبت میکنیم و داره کار دگی انجام میگه میگه به تو دارم گوش میدم دروغ میگه و شما گوش نه یعنی <تصفح> نمیتونه همزمان ملتی تسک باشه چند کار همزمان انجام بده ما اگر بیایم قدرت رهبری نگاه کنیم من یک داستان خدمت شما میگم و با یک تجربه هم از همین زمینه شروع میکنم. من یک زمان از میدان هوایی دوبیت پرواز داشتم به آلماتا. پرواز ما خیلی وقفه داشت. در حد مثلا شاید هفت ساعت فکر میکنم تک چیزی وقفه داشت. ساعت تقریبا سه شب میشد. خیلی خستکون بود ما شیش 7 ساعت منتظر بودیم. با یکی از دوستا که به انتظار پرواز نشسته بودیم یک طفل به می ساعت دوازده و یک چنان گریه میکرد به اصطلاح ما مردم همین میدانایی به سر خوش کرده بود دیگه از بس گریه میکرد هر پروازی هم که میخوان میرفتیم تا بود نمیرفت نه کدی پرواز بود همین دوست ما گفت که چیزی که بیشتر رئیس گفتم از قانون از هر چی به ترسیم و سرت میه گفته که همین نفر به می تیاره خود ما نباشه تو نه بابا باید هر با ده دقیقه اینجا یک تیاره پرواز میکنه دو سدنی بونده بیست تا تیاره دیگه میره نه کجای خود ما باشه همین اسم پرواز مار خون که ما استاد شدیم یه استاد شد خود همین طفل گریندو خیلی هم گریه میکرد طفل از این فوق العاده بعد گفتک دیدی یعنی خود ما نگفت خیر خدا خوش شکر که به این نزدیکا ما نباشه مثلا ما اگر به وسط به اولا یا به با آخر باشه بالاخره وقتی به تیاره شیشتیم، ما به کنار پنجره رفیق م به وسط این خانم خود تفل خوب پلیو ما <applause> پرواز هم چار و نیم ساعت جریان پرواز بود این تفلک وقتی اگر سر از به این طرف مادر ازی این ای از بس جغم میکشید ما به عذاب شدیم. باز اگر این طرف میکرد پا از این به جون ما میزد مادر از نه فارسی میفهمید نه انگلیسی چند دفعه مذرت خیلی کرد خب ما هم نمیفهمیدیم زبانی که او صحبت میکنه استیورده آمادن نه تونستن ایر چوب کنن نمیفهمم چی مشکل بود خب این چیزی که سر ما ماماده قانون مورفیه در بعد از من یک داستان خوندم که یاد ماماد از همین خانومی که در تیاره با او یک جا بودیم میگه یک زن یک طفل داره خب تیبتن وقتی به تیاره بالاشیم طفل بیقراری میکنه به خاطر فشار اکسیژن و این مسائل یک زن وقتی که میخوای به تیاره وارد بشه از همو مسئولین تیاره میگه برای یک دقیقه یا دو دقیقه برای ما فرصت بدیم ما یک چیزی برای می مردم یک توفه توزیع میکنم چی توفه یا چیزی خوردنی میگه نه چون خوردنی اجازه نیه بعد برای هر کدوم از کسایی که در همو پرواز هستن یک ورقی پرسه میده یک پلاستیک داخل زو ورقی و یک جایزه قدشته هنوز پرواز شروع نشده وقتی پلاستیکار باز میکنن میبینن که داخل از او یک وسیله بازیه مثلا یک نمیدانم توپه یا هر چیزی که برای اطفاله یک چیز خیلی ارزش بالایی نداره یک ورق نوشته به ورق نوشته که سلام من طفل دو ساله هستم که در این پرواز با شما همسفرم از او جایی که من کودکم نمیفهمم شاید گریه کنم سر و صدا کنم شما را ازیاد کنم وقت بزرگ شما از شما مذارت خیلی میکنم فلان مر ببخشیم و ای توفر ببریم به طفل که در خانواده شما نه تا مر بهتر در کنیم که ما وقت گریه میکنم نمیفهمم چرا گریه میکنم ببینیم به چین نحوه مادر از یاماد از این مردم مذارت خیلی کرد که اگر در جریان پرواز طفل ما گریه میکنه اگر من به اون پرواز میبودم اون طفل هرچی گریه هم میکرد نام پیش رو ای به چی برم به قدرت که خانم ها دارن. بارها شده که اگر کارهای رو خانم ها انجام میدن، برای دو دقیقه برای آقایان میرسه، زمین و زمان به هم میخورد. همگی <تصلا> سر صدا، ولی خانم همون درایت دارن. این قدرت رهبری زنان از کجا به وجود آمده؟ اگر ما از زنان دانشمند و توانای صدر اسلام حساب بکنیم شروع بکنیم تا به حال که امروز قرار ما صحبت ما متمرکز بر دو محور باشه اول زنانی که در گذشته موفق بودند چی کارهای انجام دادن به چی موفقیت های رسیدن دوم توقع شما ما چه کار کنیم که همچون خانمهایی بتونیم باشیم درست؟ زنان موفق اسلام مثلا از ازواج متحرات شروع کنیم تا هر کدام از کسایی که در زن شما هست در قسمت بحث اسلامی از حتما دوستا گپای برای گفتن دارم به عنوان مثال حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و که شما سلس دینر از عایشه بگیریم از حضرت بی بی عایشه صدیقه سلس دینه برای خانم ها از افتخار بالاتر برای یک زن هرگز زنان مشهور جهان رو خود میشناسیم که ها بودن چه کار کردن زنان موفق محیط خود میشناسیم زکاوت زن میشناسیم که زن چقدر میتونه زکی هوشیار باشه و چقدر میتونه اقتدار و توانمندی داشته باشه چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله که ام مادر به مصابه مکتب برای فرزند خود. اگر مادر فرزند خود درست تربیت بکنه جامعه سالمه اگر امروز هر کدام ما در این جمع افتخار برای خانواده خو هستیم به خاطر درایت مادر من و شمانه پس اگر ای ویژگیر ما درست استفاده بکنیم بیگمان که به مو موفقیت میرسیم ولی خدای نخواسته اگر درست استفاده نکنیم به همون شکل مشکلات خودم به بار میاد رهبران در جهان و تصامیم استراتژیکان ها رهبران زن کسایی که هستن چی کارهایی کردند خانم ماری کیوری اگر نام از او شنیده باشین از مشکلات از او صحبت کنین که ببینیم چی مشکلات داشته اول در زمانی که دوری مکتب از او بود منع کردن خانم ها از دانش همو وقت ماری کیوری وقتی به شرایطی که زندگی میکرد اجازه ندش بره درس بخونه به خاطر مشکلاتی که اینجا نوشته اجازه ندش خب ولی امروز ما نام از بعد چندین سال یاد میکنه آیا مکتب رو ترک کرد گفت نه همه مکتب نرم همه چیز خلاص میشه تسلیم نشد با مشکلات رفت درس خون میفهمی چی مشکل داشت ناشنوا بود کر بود مشکل لکنت زبان داشت درست گب زده نمیتونست و در قسمتی از عمر خود متاسفانه نابینا شد هم کر هم گنگ هم کور ولی بله ببینیم چی کارهایی کرده یک فیزیکدان مشهور در دنیا امروز همی اشعه اکس که جان میلیون ها نفر نجات داد خانم مریکیوری کشف کرده بود ماورای بنفش که اگر نور از او لایه اوزون سوراخ میشه و چقدر نقص داره او از شگرفای از این آدم بود که برای به بشریت خدمت کرد و اولین زن هست که برنده دو جایزه نوبل شده دو بار جایزه نوبل گرفته یک بار کسی جایزه نوبل بگیره دیگه میفهم یک افتخار هر کدوم رهبرای بزرگ دنیا به این عرصه کار میکنن که روزی به درجه برسن که جایزه نوبل بگیرن ولی خانم دو بار جایزه گرفته اولین زنیه که دو بار جایزه گرفته حالا یک لحظه بیم خدا به جایزه قرار بدیم اگر خدای نخواسته ما گوشه از این مشکلات از این میداشتیم امیر را ادامه میدادیم خیلی وقتا ما به دوستا میگم مثلا بریم فلان کار انجام بدیم نه انجام نمیدیم چرا زد نشه خب زد بشه درست آقای دسان میگه که من ده هزار رار بلدم که منتهی به شکسته یعنی چی؟ یعنی ده هزار رفته و نتیجه نداده بعد از اون برق را اختراع کرده فکر میکنی برق به سادگی اختراع شده ده هزار بار این مثال به خاطر گفتم که خیلی از وقتا ما یک کار اصلا انجام نمیدیم فقط به ترس ازی که شاید نشه اگر بشه که زندگی ما متحول میشه ما دگرگون میشه هیچ کس به مسیر موفقیت که دست پیدا کرده یک شبه نرسیده و بدون تلاش نرسیده این جمله ای که میگم خیلی دقت کنیم سر ازی شاید خیلی از کسار بشناسیم که بدون از اینکه زحمت کشیده باشه به یک جای رسیده شاید بشناسیم اما مطمئن هستم که کسایی که زحمت کشیدن حتما به جای رسیدن شاید یک نفر با ب... چانس به یک جای رسیده باشه زحمت نکشیده باشه ولی کسی که زحمت کشیده حتما به یک جای برسیده خداوند زایه اعمال ما و شما نیه شما زحمت بکشیم خدا حتما مزد ازور میده حالا هم خانم مریکیوری با عنوان یک زن الگو با این همه مشکلات مسیر که داشت طی کرد خانم دوم مکنزی اسکات ای با داشتن مشکلات خانوادگی خیلی زیاد این مشکلاتی که میگم شما یک لحظه پیش رو خود تجسم کنیم خیلی از ما این مشکلات داریم مشکلات خانوادگی، سختی دوران تحصیل، مشکلات اقتصادی اینا همگی یعنی مشکل اقتصادی ازی خیلی زیاد بود که شاید میگفت ما به ماها زندگی نامی از بخونیم به ماها میگفت من یک وعده قضای نخوردم که سیر شده باشم به ماها اما در نهایت با موفقیت که دش همسر جف بسوس میشه جف بسوس اگه بشناسیم کسی که ثروتمندترین فرد دنیایه و مدیر عامل اجرایی یا مدیر عامل شرکت آمازون میشه و ای ثروتمندترین خانم دنیایه از بین خانم ها از او مکنزی اسکات و جز افتخارات نه شما نگاه کنیم سختی دوران تحصیل مشکلات اقتصادی و بعدا فعلا چیه سروت منترین زن در دنیا اگر اگر ثروت از این میگه که اگر یک نفر وقتی تولد میشه تا 35 سالگی از روز تولد تا 35 سالگی هر سنیه 100 دلار درآمد داشته باشه بعد از 35 سال درآمد مکنزی اسکاتر داره حالا مشکلات اقتصادی فراوان داشت ببینیم از کجا به کجا رسیده فقط چیزی که مهمه تلاش و پشتکاره یاد هست همیشه در دوران مکتب استادا برای ما میگفتن که شما کساییم که آینده از این مملکتیم همین چل پینجا تا طرف هم دگر سیده کدن از قسمت شوخی ولی امروز از همو دوستانم به مراتب و جایگاه بسیار بلند رسیدن و من از اونها افتخار میکنم و هر لحظه گپ هم استادا یادمه هست و امروز از همین جمع مخصوصا از خانم ها ما مطمئنم افراد هستند که در آینده سکان مدیریت کشور را به دست بگیرن در پستای بسیار کلیدی بتونن ایفای وظیفه بکنن هر کدام ما هیچ کدام ما از هیچ کدام از افراد دنیا کمی نداریم هیچ کدام از خانم ها, از خانم هایی که اینجی ذکر میشه تفاوتی نداره اسما رسمیه ای کی بود؟ ای زن افغانی بود این مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داشته که معمولا خانم هایی که در فضای مثل افغانستان بزرگ میشن مشکلات اقتصادی خیلی چیز زیاده مشکلات اقتصادی فوق العاده فراوان داشته خانم اسما بله اولین معلم زن در افغانستان خانم اسما بود افتخار بزرگی که در مکتب خانه دختران افغان درس داده دوم اولین خبرنگاری بود که لقب خبرنگاری برای خود اختصاص داد بریم به جزئیات زندگی نامی از این خانم اسمار بخونیم که با چی مشکلات فرهنگی دست و پنجه نرمه کرده؟ ولی امروز یک افتخاره برای افغانستان. روزی مثل شما دانش آموز بوده، به راه دانش قدم گذاشته ولی ناامید نشده، تفاوت در همینه. میشناسیم؟ پروفسور سکینه یعقوبی خانم سکینه یعقوبی لقبی که دارن ملقب به پزشک ناجی زنان افغانستان است که لقب رسمی بر از داده شده افتخارات خانم یعقوبی فوق العاده زیاده که از حوصله ای جلسه بیرونه من فقط اشاره برای از اینا میکنم انجام فعالیت های آمول منفعه زیادی انجام دادن فوقلاد زیاد شاید خداوند بر از اینا درک داده که جان صدها طفل و مادر و فرزند از این سرزمین نجات دادن به کمک هایی که میکنن جالبه که برنده جایزه یک میلیون دلار شده خانم سکینه یعقوبی با تیم کاری خود جایزه به نام اوپس میگن جایزه اوپس برای کسایی داده میشه که در قسمت نجات جان افراد کمک های به انجام بدن و این جایزه خانم سکینه یعقوبی گرفتن از جمله افتخارات دیگه که پروفسور یعقوبی دارن مؤسس چند نهادن انستیتوت آموزشی افغان یا ای آی ایل کلینیک تیبی پروفسور سکینه یعقوبی که خدمات عامل منفی خیلی خوب میده که دوست در جریان هستن مکتب خصوصی سکینه یعقوبی که چقدر یک سهولته و شبکه جهانی رادیو تلویزیون میراج خوشنام میراج که همین لحظه بیننده های عزیز همین شبکه از طریق تلویزیون میبینن خانم سکینه یعقوبی مؤسس و بنیانگذار تلویزیون بودن در اول رادیو میراج بود که باز بعدا تلویزیون هم ایجاد شد اگر درباره خصوصیات و ویژگی های خانم سکینه یعقوبی صحبت بکنیم فیو العاده زیاده اما خوشبختانه کسی هستند که فعلا حیات دارن ما مشناسیم و پروژه ها و کارهای نمی فعلا جریان داره قدر همچون افراد رو باید ما بدانیم و از جایی که خانم سکینه یعقوبی شروع کردن باز هم تاکید میکنم بریم زندگی نامینار بخونیم ببینیم که چی فراز و فرودی داشته شما هم میتونیم باشیم. از مجموعه کل کارهایی که خانم انجام دادن فقط یکی دو گزینه ما انتخاب کردیم حال می پردازم سر ازی که ما چه کار کنیم که همچون افرادی باشیم اول چون بس استراتژیه و با چی باشیم؟ آینده نگر باشیم. به اصطلاح عام ما مردم بگم نوک بینی خورد تماشا نکنیم مثلا کرونا آماد خلاص شد همه چیز یا شما در دوران کرونا ما فکر میکردیم دنیا با آخر رسیده؟ برسیده بود؟ هنوز کرونا هست شما آمار بریم ببینیم آمار کرونا به مراتب از زمین دوران قرنطین بالاتره فعلا اما برای ما عادی شده خیلی ها در همون وقت ترک تحصیل کردن درس نخوندن کار رها کردن خیلی از کارها انجام دادن موفق کسی بود که مسیر ادامه داد زلزله ها همین زلزله ها خدا خیر پیش کنه حوادث طبیعه نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم اما با یک زلزله زندگی به پایان نمیرسه ما مجبوریم کار کنیم مجبوریم فعالیت ها دوباره پس ادامه بدیم آینده نگری به این معنی که به این معنی که ما به گونه درست بتونیم او دیده بسیار استراتژیک خوبی داشته باشیم یکی از کتاب که در آخری ریفرنس خدمت شامیدم نگرش از سرگزاره کتاب حتما بخونیم نگرش اثرگذار میگه که شما چیگونه فکر کنید مهمه سالها پیش به امریکا اعلان کردن که کوههای امریکا پر از طلایه یک چیزی به اصطلاح چه افتاد بین مردم همه گرفتن به سمت از اینکه از کوههای امریکا طلا بگیرن هیچ کس از پیدا کردن طلا میلیونر نشد ولی یک نفر از فروختن بل میلیونر شد استاد چه دوینا بل فروخت خیمه فروخت ماسک فروخت ای که چگونه ما فکر بکنیم خیلی مهمه از همین لحظه تصمیم بگیریم که بیرون از جعبه بیاییم فکر کنیم فامیل بر ما میگن اف، افکاری که میگن زلزله و مشکلات اینا همگی ما به داخل یک جعبه هستیم یک لحظه بیشتر فکر بکنیم فراتر فکر بکنیم و قدرت فکری که داریم اون تقویت بکنیم دوم چی باشیم مثبت باشیم گپای که رئیس سب گفتن ما از شیرینی گپا از اینا کم کنم سر از این تاکید نمیکنم ولی مثبت اندیش باشین چالش هر به فرصت تبدیل کنیم هر چالشی که پیش میایه او تبدیل به فرصت بکنیم پس ناامیدی ها امید است پایان شب سیاه سفید است مطمئن باشیم که روزی به یک جایگاهی میرسیم که شاید اصلا توقع هم نداریم اگر تلاش بکنیم محیط خود کامل بشناسیم که به این محیط چی چیزهای استقبال میشه مثلا همچون برنامه ها استقبال میشه و با درایت کهکشان شرق این برنامه برگزار شد بشناسیم که محیط چی میطلبه ما و شما درخت نیم که به یک جای استاد همو که ب... همون کار فقط انجام بدیم بعد تغییر بکنیم هر لحظه افکار ما تغییر بکنه آپدیت بشه به روز بشه و برای شرایط بهتر ما بتونیم قویتر کار بکنیم با این دو امیدوار باشیم همی امروز اگر شما در تاریکی مطلق قرار داریم ولی فردا روش نیه. یک مثال اگر بگم اگر به یک رای بسیار طولنی شما با موتر حرکت میکنیم از طرف شب چراغار وقت مندازیم فقط همون اندازه که نور چراغ کار میکنه میبینیم پشت از اون میبینیم ولی چون به همون چراغ اعتماد داریم چکار میکنیم؟ به پیش میریم و به مقصد میرسیم تا شده به, وسط... به نصف شب به یک جای بریم به وسط سرک بستکیم تریکه خب پشت سر هم تریکه پیش دارم چکار میکنیم؟ میستیم تا صبح شه دقیقا ما و شما به همین شرایط قرار داریم نباید بستیم تا صبح شه باید حرکت کنیم تلاش بکنیم به پیش بریم و به او اهدافی که داریم برسیم. آقای برانترسی میگه درست وقت بقیه برک میگیرن تو گاز بده حرکت تو رز بده به اصطلاح به شرطی که جلو هم رز داده همین <applause> جمله رو به کی پیشرو گفته بود که این اخبارو به این خاطر کار بکنیم که امروز همگی توقف کردن همگی استندباین باشه زلزله خلاص شه من پنتون میرم باشه زلزله خلاص شه من با کورس میرم من به سنف میام زلزله خلاص نمیشه شما همین سایت یو اس جی کنیم به هر 2400 صد ها زلزله میشه به جهان ما تازه شنیدیم این تجربه داریم خیلی هم چیز طبیعیه دنیا با آخر نمیرسه فقط با آینده امید داشته باشیم حالا میایم نتیجه گیری میکنیم بس امروزه اگر مایک به با دسترس باشه جناب هر کدام از دوستا که مایلن دست خور بالا کنن یک نکته که از جلسه امروز خیلی به جذاب بود یاد گرفتن از هر باب همور برای بگن بازم نام خود بگن و بگن که از دمی سیمینار امروز چی یاد گرفتن اگر تایم اول رنبی ما برای از فقط دو دقیقه وقت داریم بفهمی به نام خدا نگینه دیمی هست می آیتن از اشتراکننده ای سیمینار خوب نتیجه گیری ما از تمام یعرف های بهرمند شمایی بود که همیشه در تمام عرصه زندگی مصبت اندیش باشیم و در تمام عرصه‌های زندگی خوب بلند پرواز باشیم با و... امید به زندگی داشته باشیم و هستم ان هستم با خدا تشکر از این سمت کسی اگر نکته یاد گرفته باشه بفرمایید به خدا فریبا ولی زاده هستم نکته که یاد گرفتم اینه که بدون تحصیل هم میشه پیشرفت کرد بسیار تشکر بفرمایید به نام خدا پرستو رسول رسولی هستم من میخوام امروز نکته که برداشت کردم اینه که اگر ما تلاش کنیم و ببینیم که کسی از ما جلوتر میره نباید ما ناامید شیم که یعنی پیشرفت کرد ما چرا نکرد اون خور به شانس وابسته کرد ما باید خود ما پرواز بالها خور برای پرواز آماده کنیم و خود ما از چیزی که به داخل وجودمان استفاده کنیم بسیار تشکر تشکر خب دوستان ما به عنوان یک جمله که نتیجه بکنم بس در ختم بکنم شما تلاش نهایی خود انجام بدین که موفق بشین در مسیر موفقیت اول خود با هیچ کس مقایسه نکنیم شما راه خود خود میریم. هیچ کس از کسی جلوی دنبال نیه میگه آفتاب و محتاب هیچ وقت با هم مقایسه نمیشن چون هر کدام به تایم خود میدرخشن درسته؟ شما در مسیر خود روان باشین و در این مسیر توقعات خود از بقیه پایین بیارین قرار نیه ما درس میخونم همه به من احترام بگذارم که یعنی درس میخواد باشه درس خوب نه همین دیگه در جاده هموار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم است. درسته؟ پس اقبال لاهوری میگه که شعر طولنی همی اول از باز ادامه سرچ کنه میگه دل چی میگن دل بسته و دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش همین یک قسمتی خیلی دوست دارم میگه پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیرو پروبال خودت باش به با عنوان پیام فراموش نکنیم که از این دروازه وقتی بیرون میشیم باید ذهنیت های قبل از سیمینار دیگه با شما نباشه فرض کنیم که همین سالون شده یک کارخانه انسان وقتی بیرون شدیم یک آدم جدیدی تولد شدیم به او افکار منفی تمی سالون بگذاریم باز ما جمع میکنه شما منابعی که من بر سیمینار خود استفاده کردم همین کتاب است می پیشنهاد میکنم حتما اینار رو مطالعه کنیم سلاید بعدی خاطر خوب دیزاین کردم آوردم که ببینیم من تا پس میرم روی همین منابع اگر کسی خواست عکس بگیره این کتاب ها رو حتما بخونه تشکر از توجه همگی سلام از باشت.